من اطلاع داشتم. دلیل اطلاع این بود که آقای رئیسی با من ارتباطش خیلی خوب بود، قوی بود و ایشون هم اون موقع معاون دادستان بود نه دادستان. و عرضم خدمت شما که من از طریق ایشون، یعنی ایشون اومدن من دفتر بنده که من رئیس زندان بودم، اومدن دفتر من و گفتن که ما امروز رفتیم و عرضم که و حکمی رو از خانم امام گرفتیم برای عرضم خدمت که مجموعه اعدام زندانی ها، چون تنها راه خلاصی جمهوری اسلامی این بود که تا زمانی که خمینی به اصطلاح از دنیا نرفته این مسئله زندان رو حل کنم به نام خمینی. حالا این رو ایشون نوشت، سید احمد نوشت، من با اوناش فعلا چون اطلاعات دقیق ندارم ولی میدونم که نظر خمینی بوده، شاید متنش فرق میکرده، عنوانش فرق میکرده و الا نظر ایشون بود. اگر نظر ایشون نبود من بر نمیگشتم از جمهوری اسلامی. میخواستم در واقع با این اعدامها کلن صورت مسئله رو پاکش کنن، بگن دیگه ما چیزی به نام گروه های سیاسی نداریم، تمام شد رفت. یعنی سیاسی مخالف، نه که سیاسی که در اصلا در جاهای و در اینها دیگه بودن. و البته این رو باید عرض کنم، وقتی که اینها سال 67 رو اجرا کردند، خب خیلی به اصطلاح چیز کردن، موفق شدن که کلا مجموعه داخل رو کاملا خاموش کنن، بخوابونن. در این که زندانی ها را که خب بر واقع اعدامی ها را با کامیون بردن، این حرف کاملا درسته. عرضم خدمت شما که در این که عرضم کجا دفنشون کردند، خب همه اکثر افراد شنیدند در خاوران دفنشون کردند. آیا ما در کفن دفن اونها و یا در حمل اونها نقشی داشتیم؟ نه، ما چون زندان بودیم و این زندان به اصطلاح دادسرا بود که کارها رو انجام میداد. مرتضوی هر چقدر هم بخوان با آب زمزم هم بخوام به گرمر گسلش بدم پاکش کنن، پاک نمیشه. برای خاینه صریح میگم بنویسید چرا بالاخره ما قبول کردیم و این مسئولیت رو داشتیم، زندانی ها رو نگر داشتیم اگرچه در اجرای حکمشون دخیل نبودیم ولی نگر داشته. من غلط میکردم، باید ترک میکردم اونجا رو، بی خود میکردم. من در تا دقیقه 90 اونجا بودم. یعنی نمیشه اگر اینها تعیین تکلیف نشده بودن، حق با اینا بود، میگفتن آقا اینا شورش کردن، ایش کردن، بل کردن. ولی وقتی که محکوم بودن، حکم داشتن و بعد از اینکه حکم داشتن بیان حکم اعدام در خصوصون اجرا بشه، این جنایته. اینها اومدن، این هیئت اومد و در دفتر من تشکیل جلسه داد و من در اون جلسه هنوز رئیس زندان بودم و اینها شروع کردن ترک طرح مسائل و مطالب. کسی جرأت نمیکرد در اون مقطع بخواد به قول من خلاف جریان آب شنا کنه. ولی من چون از اول به قول من حالا هم و چیز نشه، آذری های رتبویی دارند و یک چیزی دارم، ما از زمان شاهش هم همین آرزو داشتم، استادگی کردم و گفتم این حکم حکم امام اتمومو میگفته امام خمینی، امام خمینی نیست. تاثیر بود درست طرف راست من یکی از معاون اطلاعات بود اونجا که من اون اسمش یادم نیست الان، البته آقایون دیگه بودن، آقای نیری بود، آقای عرضم خدمت شما که پور محمدی بود، عرضم خدمت شما که آقای اشراقی بود، همه شون اون هیئت اونجا بودند و آقای شوشتری بود رئیس سازمان وقت. من در اون جلسه گفتم که من این رو قبول ندارم. آقای شوشتری من رو از ریاست زندان، البته قبل از این مطلب اون آقا به من گفت که خیلی داری یه حرف بی ربطی به منم زد، گفت خیلی داری مثلا چرت پرت میگی، اینجا مرتضوی زیاده، تو هم قاطی مرتضوی ها میکنی میری. گفتم تو نمیفهمی، اینقدر نفهم هستی، مرتضوی اون روز که پاشو گذاشته اینجا مرده، تو خیال میکنی مرتضوی زنده است. همین الان این مرتضوی هم که با شما داره صحبت میکنه، این مرتضوی مرده است. اون موقع اگر زنده بود داد میزد، تنها به این که استعفا اکتفا نمیکرد. حالا بگذاریم، عرضم خدمت شما من اونجا استعفا دادم، استعفای شفاهی دادم. آقای شوشتری هم
استعفای من رو پذیرفتند. فرد دیگر به نام آقای زمانی رو که اونم فکر میکنم بعدها شنیدم که زنجانی بوده که جانبازم بود، انگشت نداشت، عرضم خدمت چند تا انگشت نداشت، عرضم که جزو نیروهای اطلاعات بود، اونو به عنوان رئیس زندان تعیین کردن. من دیگه از اونجا به بعد هیچ اطلاعی از این که چه تعداد افراد رو در بردن و چه تعداد رو کشتن رو نداشتم، الا اینکه میدونستم که از اون بالا نگاه میکردم از اتاقم، که اتاق من مشرف به اصلاح خروجی اون که از زندان میاد هستش، کامیونی که اونجا واسده بود رو میدیدم که اینا دارن جنازه ها رو میارن و میاندازن داخل کامیون. این یه مطلبی هست، مسئله است که به قول بعضی از گذاتش شهر معتقد بودن که اینا به قول نباید دختر از دنیا برند. بله این یک واقعیتیه در بعد جان عمل میشود و این یعنی گناه، یعنی یک ظلم مضاعف برای این انسانی که بالاخره میخواد هم جونش رو فدا کنه و هم در دقیقه 90 یکی از پدران این دخترها که به اصطلاح میدونستم که دروغ نمیگه گفت که به من که به اصطلاح اون چی که من در زندگی رنجم میده و خیلی اذیت میکشم و خیلی ناراحتم اینه که کشته شدن دخترم نیست. وقتی که آوردن گفتن این پول به اصطلاح عقد شرعی دخترته، گفت این برای من از مرگ بچه‌ام بالاتر بود و بدتر بود.